رئیس جمهور در ادامه سفر غیررسمی به جزیره کیش به جزیره هندورابی در نزدیکی این جزیره رفت و از طرحهای زیربنایی حوزه گردشگری بازدید کرد. اینجا الان اقامت یه روزه کسی آمد ایامه؟ بله. اقامت یک روزه یعنی صبح گردشگر 120 نفر بتونن بیان و بعد از اون برگردن. بله. بخش خصوصی در حال ساخت تأسیسات زیربنایی از جمله جاده‌های دسترسی، تأسیسات اقامتی و رفاهی برای گردشگران در این جزیره است. دولت باید تسهیلات رو فراهم بکنه. مردم باید بیان سرمایه گذاری کنن و فعال بشن. من در آغاز سال به اینجا آمدم تا این پیام رو هم برای مردم ایران داشته باشم که شکوفایی سواحل و جزایر جنوب جزو سیاست‌های این دولت هست، مثل آبادانی کل ایران، منتها اینجا ظرفیت بسیار بالایی وجود داره. رئیس جمهور در پایان سفر خود در نامه‌ای برای گردشگران و دست‌اندرکاران آبادانی این جزیره آرزوی موفقیت و نهالی به یادگار قرض کرد. بحث قوانین آقای روحانی همچنین از روز گذشته در نشستی با مدیران مناطق هفتگانه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور درباره مسائل مهم اقتصادی گفتگو کرد. مرحله دوم یارانه انشالله در اردیبهشت اجرا میشه، همه باید یاری کنن، کمک کنن، اینها هم به همین صورت انشالله در موضوع یارانه همه مردم کمک میکنن، به صحنه میان انشالله به دست همدیگر و با یاری یکدیگر این کار رو انجام میدن. دکتر روحانی درآمد دولت از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را مختص به توسعه سلامت و امنیت غذایی قشرهای کم درآمد عنوان کرد و گفت رشد تولید، ترانزیت کالا و ارتقای سلامت محیط زیست در دستور کار دولت 11 قرار دارد. به مسئولین مناطق آزاد گفتیم دولت چه تصمیماتی داره، اونا باید چه اقداماتی بکنن. برخی از تصمیمات باید دولت انجام بده برای این مناطق، بخشی هم خود مناطق آزاد انجام میگیرن.